درود و وقت بخیر به سرویس خبر این ساعت از شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکار مولی سمدی خوش آمدید سرخط اخبار سرپرست وزارت معرف طالبان کتاب های مغایر و قهنفی از کتابخانه های مرکز آموزشی جمع آوری شود زخمی شدن یک مرد کوچی در ناور غزنی ناپدید شدن فرد زارب و درخواست 27 لگ افغانی به عنوان دیه از مردم ریچارد بیند، طالبان نقض حقوق بشر را در افغانستان تشدید کردند. ویلکر تورک روی کرده جامعه برای پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان نیاز است. وزیر داخل ایران افغان ها وطن خود را بسازند. ادعای جبهه مقاومت، دو جنگجوی طالبان را در بغلان کشتیم. رینا امیری خواهان توقف روابط کشورها با طالبان شد. و در پایان عبدالحمید خراسانی پس از یازده روز از بند طالبان آزاد شد. مشروع اخبار حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان برای ایسان معارف این گروه در ولایت‌ها دستور داده است که کتابهایی را که در تضاد و مغایر عقاید اهل سنت و فقه حنفی است از کتاب خانه های مراکز آموزشی جمع آوری و گزارش آن را به این وزارت ارسال کنند وزارت معارف طالبان روز دوشنبه نوزدهم سنبله با نشر اعلامیه گفته است که سرپرست این وزارت این, این دستور را از طریق یک ویدیو کنفرانس با رئیسان معارف ولایتها صادر کرده است و از رئیسان معارف طالبان در وردها خواسته است که کتابخانه های تمام مراکز آموزشی را بررسی همه جانبه کنند و بر این کتابخانه ها نظارت جدی داشته باشند. در اعلامیه وزارت معرف طالبان مشخص نشده است که چه نوع کتاب در تضاد و مغایر عقاید اهل سنت و فقه هنفی دانسته می شود. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودت های گسترده بر چاپ و نشر کتاب از کردند و در موارد شماری از کتاب ها را از کتاب فروشی ها جمع آوری کردند. علاوه بر این، این گروه در موارد اقدام به جمع آوری کتاب های درسی مطابق فقه جعفری مکاتب کرده و تدریس فقه جعفری در دانشگاه های ولت شیعه نشین بامیان و دایکندی را من کرده است. منابع در ناور غزنی می گویند که یک مردی کوچی در درگیری با یک نوجوان هزاره زخمی شده و اکنون کوچی ها از مردم دهنشین دو میلیون و هفتصد هزار افغانی دیه می خواهند. فرمانده امنی طالبان در ناور این درگیری را تایید می کند و می گوید که موضوع به دادگاه راجی شده است. یکی از منابع توضیح داد که ماجرا 20 روز قبل در منطقه بهایی ولسوالی ناور رخ داده است. به گفته منبع یک نوجوان هزاره به نام مهدی، که چوپان منطقه بود هنگام چرای مواشی در یک دشت با سه مرد کوچی جنجال می کند و با یکی از آنان درگیر می شود. منبع اضافه کرد که سه مرد کوچی مهدی را آزار و اذیت می کرده و از او درخواست نامشروع کرده بودند. به گفته منبع در جریان همین تنش مهدی با چوب بر سر یکی از مردان کوچی می زند و این مرد کوچی کمی زخمی می شود پس از این تنش مرد کوچی در رول سوالی طالبان در ناور غزنی شکایت می کند. با گفته منبع در پی این شکایت طالبان ده نفر از باشندگان منطقه بهایی از جمله پدر مهدی را بازداشت و زندانی می افراد بازداشت شده دیروز یک شنبه هجده سنبله از بند آزاد شدند. به گفته این منبع کوچی ها اکنون خواستار 27 لک 2 میلیون و هزار افغانی پول به عنوان دیه فرد آسیب دیده هستند و ادعا دارند که این فرد سرش شکسته و دیوانه شده است منبع می گوید که مردم منطقه اکنون می گویند که تحتی چی عنوانی این پول را به کوچی ها بدهند و آنان توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند به گفته این منبع مردم خواستار رسیدگی به این قضیه در دادگاه طالبان هستند اما فرماندی این گروه در ناور این درخواست را نمیپذیرد و میگوید باید مردم در میان خود گفتگو کنند با گفته منابع طالبان امروز دوشنبه 19 سمبل نیز باشندگان منطقه را به والی احضار کرده و گفتند که اگر پول درخواست شده کوچی ها را نپردازند دوباره زندانی میشوند. ریچارد بیند گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان و ملل متحد برای افغانستان میگوید که از زمان آخرین گزارش او در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه جون سال جاری میلادی طالبان نقض حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کردند آقای بند که سر روز دوشنبه 19 سنبله در 57 هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان مرحله جدیدی از نقض حقوق بشر در افغانستان است که از ماه آگست سال 2021 آغاز شد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که این قانون نه تنها سیستم نهادی نشده تبعیض جنسی و جنسیتی تفکیک و سرکوب طالبان را تقویت می کند، بلکه تقریبا کل جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد. ریشارد بن گفت که اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان با حملات و نقض مداوم حقوق خود مواجه هستند و هزارها از این نو سرکوب بیشتر رنج می برند. و همچنین گفت که نقض حقوق بشر در افغانستان بر کودکان، دیگر جنسی و سالمندان نیز تاثیر می و آنان با مجازات بدنی علنی و سایر خشونت ها مواجه هستند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که سرکوب شدید حقوق بشر همچنین فعالیت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را در افغانستان تقریبا ناممکن کرده است و گفت که طالبان هیچ دیدگاه مخالف را تحمل نمی کنند و به سیاست های دهه خود بازگشتند ریچارد بین در بخش از سخنرانی خود گفت که بحران حقوق بشر در افغانستان از سه سال گذشته آغاز نشده است بلکه حقوق بشر در این کشور در طول بیش از 4 دهه منازعه در این کشور نقش شده است او گفت که ناکامی در توقف چرخه معافیت از مجازات نه تنها رژیم سرکوب کرد طالبان را جسورتر کرده و امکان صلح پایدار در افغانستان و فراتر آن را کاهش داده است بلکه تاثیر گسترده بر قربانیان و بازماندگان داشته است ویلکر کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید، که یک رویکرد جامع برای پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان که شامل اقدامات ملی و بین المللی شود نیاز است او اصر امروز دوشنبه 19 سنبله به وقت جنوا در 57 مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت یکی از عوامل کلیدی و زیربنایی نقض حقوق بشر در افغانستان عدم پاسخگویی مدام و طی های مختلف بوده است کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که نسل های مختلف افغانستان در حکمت های متوالی از حقیقت عدالت غرامت و زمانت عدم تکرار رنجی که بر آنان تحمیل شده است محروم شدن او پاسخگویی را یکی عامل بازدارنده قوی در برابر تخلفات حقوق بشری دانست و تاکید کرد که با توجه به نیاز مبرم به اقدام برای جلوگیری از تکرار نقص و تخلف حقوق بشر و برای جبران کاهش سریع حقوق و آزادی های اساسی در سراسر افغانستان یک رویکرد جامع پاسخگوی نیاز است. کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به محدودیت های طالبان علیه زنان افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که این کنترل سرکوبگرانه بر نیمی از جمعیت کشور در جهان نمونه دیگر ندارد او افزود این یک گذست اساسی در قرارداد اجتماعی است این ظالمانه است و به آزار جنسی سیستماتیک تبدیل می شود ولکر به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز اشاره کرد و گفت که بیزاری خود را از این قانون ابراز می کند او افزود که وقت فکر می کند که گام بعدی برای زنان و دختران افغانستان چی خواهد بود به خود می لرزد کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که او در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحران انسانی محدودیت ها بر رسانه ها و فضای مدنی، اعدام، تنبیه بدنی و بدرفتاری با زندانیان، هدف قرار دادن مقام های پیشین و مدافعان حقوق بشر، گروه های مخالف و منتقدان طالبان و آسیب های مربوطه درگیری در این کشور را که به طور مشخص بر جامعه هزاره تاثیر گذاشته است، بررسی کرده است. اسکندر مومینی وزیر امور داخلی ایران بار دیگر بر اخراج پناهجویان بدون مدرک از این کشور تاکید کرده و گفته است که پناهجویان افغان به کشورشان برگردند و وطن خود را بسازند مومنی این اظهارات را ناوقت روز دوشنبه نوزدهم سنبله در گفتگو با خبرگزاری دانشجو بیان کرده است و افزوده است که بر اساس طرح سازماندهی پناهجویان در گام نخست پناهجویان از ایران اخراج می شوند که مدرک اقامت ندارند این مقام ایرانی تصریح کرده است که وضعیت کنونی دیگر به تهران قابل تحمل نیست وزیر امور داخل ایران خاطر نشان کرده است انتظار می رود اطباع افغانستانی در ایران به کشور خود بروند و وطنشان را بسازند مومینی تاکید کرده است که شرایط ایران دیگر اجازه پذیرش پناهجویان را نمی دهد پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان صدها هزار تن از شهروندان کشور به دلیل چالش های امنیتی و اقتصادی به ایران و پاکستان رفتند این دو کشور در در ماهای اخیر روند خروج اجباری پناهجویان را شدت بخشیدند. بر بنیاد اطلاعات نهادهای بین‌المللی در حال حاضر بیش از 3 میلیون پناهجو در ایران زندگی می کنند. جبه مقامت ملی افغانستان ادعا کرده که در یک حمله بر طالبان در بغلان دو جنگجوی این گروه را کشته است. جبهه مقامت با نشر خبرنامه در برگه ایکس نوشت که این حمله دوشنبه شب 19 سنبله در ورسوالی تالا و برفک بغلان انجام شده است. طبق ادعای این جبهه تجهیزات و جنگ های طالبان نیز به دست نیروهای جبهه مقامت ملی افتاده است. در خبرنامه آمده است در این عملیات به نیروهای جبهه مقامت ملی آسیبی نرسیده است. طالبان در بغلان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که حملات جبهه مقامت بر موازی طالبان در این اواخر در ولایت های مختلف کشور افزایش یافته است. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان، بار دیگر از کشورها خواسته است که رابط خود را با طالبان قطع کنند. خانم امیری امروز شنبه به ستومسون بلند در شبکه اجتماعی اکس خود نگاشته است تا زمانی که طالبان روی کرد خود را در برابر زنان افغان تغییر ندادند روابط با این گروه متوقف شود و یفزود است من یک بار دیگر علیه آدیسازی روابط با طالبان مگر اینکه تغییر عمیق در رفتار آنها ایجاد شود استیناف کردم. این مقام آمریکایی احترام به همه شهروندان و پایان دادن به آزار و اذیت جنسیتی توسط طالبان را بر هدف مش مشترک کشورها در مورد افغانستان ضروری خوانده است چند روز پیش نیز امیری در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که حمایت آمریکا از مردم افغانستان پا برجاست اما صبر واشنگتن در مقابل این گروه رو به تمام شدن است منابع محلی در پنشیر می گویند که عبدالحمید خراسانی فرماندی پیشین قتی بدری طالبان پس از یازده روز از بند این گروه آزاد شده است. منابع تایید می که خراسانی روز دوشنبه 19 سنبله از زندان کمیسیون نظامی طالبان آزاد شده است. به گفته منابع طالبان عبدالحمید خراسانی را به زمانت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و مولوی قدرت الله امین والی این گروه در پروان آزاد کردند منابع افزودند که خراسانی به دلیل اظهارات اخیرش علیه پاکستان و ایران و پس از شکایت رسمی تهران بازداشت شده بود. طالبان این فرمانده پیشین خود را روز پنج شنبه هشت سنبله به کمیسیون نظامیشان در کابل خواسته و سپس او را بازداشت کرده بودند. افراد خراسانی به دستور محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان نیز خل سلا و زندانی شدند. خراسانی چندی پیش دولت ایران را کفری و ظالم خوانده و مردم ایران را مشرک و بدتر از یهود و نصارا خطاب کرده بود او از جوانان پناهجوی افغان در ایران خواسته بود تا ایرانی های ظالم را با مرمی و چاقو به قتل برسانند از این که تا پایان سرویس خبری با ما بودید جهان سپاس تا دیدار بعد بدرود